سلام و وقت بخیر دوستان نازنین. بانو هاریانا سهید بعد از مدت سکوتش را شکست و برای آنهایی که طوری همیشه بدون کدام دلیل به حوز ضرر رساندن پاسخ داد. دقیقا بعد از شنیدن حرفهای بانو هاریانا دشمن را میشناسید. بازگشت به اینستاگرام و یوتیوب در حالی که سال 2020 برای تمام بشریت سال پرچالش و پرمخاطره‌ای بود، من فراتر از بیماری فراگیر کووید 19 با موارد آزاردهنده تر چون شایعات دروغین، تهدید جانی و امثالم دست و گریبان بودم. نخست من نزدیکترین و عزیزترین بخش زندگیم مادر جانم را از دست دادم. اما قبل از آن هدف یک کمپاین سازمان یافته ترورست فتانه قرار گرفته بودم که توسط افراد اسود و مخرب برای خدشه‌دار کردن نام، شخصیت و سابقه کاری من راه اندازی شده بود و طی آن ده ها ایمیل و نامه های متعدد برای تمام نهادها و سازمان های ملی و بین المللی که من با آنها کار و همکاری کرده بودم ارسال شده بود تا با این روی کرده ناموفق و ناکام توانایی ها و موفقیت های مرا زیر سوال ببرند و صد رای من شوند. به همین شکل من هر صبح دائما با سناریوهای جدید، اتهامات بی‌بنیاد و حملات علنی برخی از چهره های شناخته شده عمدتاً متعلق به یک حلقه خاص شیطانی که تلاش می‌ورزیدند تا به هر نوع ممکن آسیبی را متوجه من سازند بیدار می‌شدم. پدر و مادر مرحوم و فقیدم توسط افرادی که خود را متعلق به خانواده و فامیل های نجیب و محترم می شمردن به شکل خیلی بیرحمانه مورد دشنام و اهانت قرار گرفتند. در این مدت اهانت و تمسخر برخی حضور مجازی من توسط افرادی که خود را به اصطلاح مدافع حقوق زن خطاب می کردن و می کنند تا به پایین ترین حد ممکن خود سقوط کرد و در بسیاری از اقدامات یاد شده بالا حتی اعضای خانواده و اقارب مهاجمان نیز وارد عمل شدند و به عنوان مشوق و حامی مهاجمان همیشگی و مخرب عمل کردند و برای من تاختند. مثال ها و قراهنی از افراد نامرتبط و ناشناخته هم در این رابطه موجود هست که حتی با دریافت اقلزمه برای تقویت اتهامات دروغین به عنوان شاهد هرزی وجود کردند و وقتی از پذیرفته شدن ادعاها و اتهامات دروغینشان توسط جامعه آگاه و هوشیار و روشن فکر ما ناامید شدند، تلاش کردند تا با عوامل ناشناخته و بی‌نام و نشان بیرونی به منظور تخریب من ارتباط قائم کنند تا به وسیله آنها آسیب غیر مستقیم بیشتری را متوجه من نمایند و دست و دامان خود را به دور از عملکرد مستقیم از این خرابکاری پاک و مبرا جلوه دهند. سرانجام وقتی که تمام تلاش های مغرضانه و خرابکارانه آنها با لطف پروردگار و عشق و حمایت واقعی و صادقانه مردم عالی شگفت انگیز و مهربان ما به نتیجه نرسید، آنها با حمله به حضور مجازی من در پلتفرم های تاهید شده یوتیوب و اینستاگرام من به عمق بیشتر خرابکاری ها و حمال تروریست صفتانه ایشان فرو رفتند. آنها ادعاهای دروغین متعدد در رابطه به ویدیوهای من در کانال یوتیوب خودم و سایر کانالهای شناخته شده مانند کانال یوتیوب تلویزیون طلوع و تلویزیون ملی نمودند. سرانجام آنها حتی موفق شدند که کانال یوتیوب و حساب اینستاگرامم را از دسترسم خارج کرده حذفش کنند. حمله بر حساب های کاربری فیسبوک و اینستاگرام اسیب جان هم داستانی دارد که آلا بماند. با وجود تمام آنچه در بالا ذکر شد و برخی از مواردی که ذکرشان را لازم نمی دانم، من ترجیح دادم به جای واکنش نشان دادن در برابر این حملات خرابکارانه سکوت کنم و در عوض تمرکزم را بر هدف و مردمم معطوف نمایم. با این حال علیرغم شدیدترین تلاش های روز افزون
بیرون افراد و گروهکای خرابکار خداوند دستم را گرفته و کمک کرده است تا جایگاهی بلندتر و بهتر از دیروز را در قلب مردم خوب ما به دست بیاورم. آیا می دانید چه چیز را از این ناملایمات و در کل از زندگی آموخته هم؟ صبر. من به سادگی معتقدم که اگر شما خود نیک باشید، نیک بیندشید و نیک عمل کنید، اطمینانتان می دهم که خداوند خود مراقب و مواظب شما خواهد بود و نخواهد گذاشت به شما بد شود. با این حال باید بگویم که ما به طور مستند از افرادی که اخیراً به طور غیر قانونی کانال و ویدیوهای یوتیوب و حساب اینستاگرام مرا مورد حمله قرار دادهاند آگاهی داریم و بر بنیاد آن حله مهاجمان طور صفت و مدیرانشان به مواقع اقدام مناسب خواهیم نمود. در اخیر به طور خلاصه می خواهم از تمام شما عزیزان که همیشه با شور و شوق و عشق و اشتیاق و حمایت کنارم استاده اید و هستید سپاسگزاری کنم. آریانا. دوستان نازنین، مطمئنن شما هم از این پیام بانو آریانا صحیح دانستید که هدف او کیست. بانویی که از اسم فامیل خود سوء استفاده می کند در حالی که خودش اصلا صفت نیک ندارد. از گرفتن نامش واقعا متنفر هستم. اگر خواستید می توانید اسمش را در کامنت بنویسید. آرزوی موفقیت بیشتر و بیشتر به بانوی زیبا آریانا جان سهید. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.